عرض سلام دارم خدمت همه خبرنگاران خوب که در حیات دولت منتظر موندیم تا حالا. امروز پیرامون چند مسئله در دولت بحث شد که بعضی ها که به نتیجه رسید من نتایجش رو خدمتتون عرض میکنم. ما 360 میلیارد تومان اعتبار به تفکیک 232 میلیارد تومان و برای اعتبارات هزینه‌ای و 128 میلیارد تومان هم تملک و دارایی برای استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، فارس، مازندران و گلستان برای طرح‌های آبیشون تصویب شد و همچنین اعتبار 100 میلیارد تومان تملک دارایی برای زهکشی دشت گمیشان در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو قرار گرفت. هر دو مصوبه مجریشون وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو هستند. بحث دریاچه ارومیه و احیای دریاچه ارومیه گزارشی در جلسه هیئت دولت مطرح شد. باز هم مجدداً 200 میلیارد تومان دیگر برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص پیدا کرد که در اختیار کمیته زیرفت خودش قرار بگیره. از مدت ها قبل بحث پسماندها و زباله های بیمارستانی گزارش هایی تهیه شده بود که من هم اینجا از رسانه هایی که در این زمینه فعال بودن سپاسگزاری میکنم. این موضوع در هیئت وزیران مطرح شده بود، رئیس جمهور دستور داده بودن که کار روی این موضوع صورت بگیره. امروز در جلسه گزارشی پیرامون پسماندها به خصوص پسماندهای بیمارستانی و بوی بدی که در تقریبا جنوب تهران از سمت فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت میکنیم میاییم، یه بوی بدی هم توی منطقه هست، این در دولت مطرح شد. برای دفن پسماندها در استانهایی که برخی دفن پسماندها داره آسیب رسانی میکنه در جلسه اینها مورد بحث و گفتگو قرار گیره. به هر حال سه تا استان شمالی ما طرحهایی برای نیروگاه‌هایی که تبدیل بکنن پسماندها رو، زباله‌ها رو به نیروگاه در دولت مطرح شد، تاکید شد که اینا به سرعت به سرانجام برسه. یک بحث مطرح شد که سرمایه گذارها تمایلی ندارن برای سرمایه گذاری بر احداث نیروگاه برای پسماندها چون قیمت برقی که دولت میخره مقرون به صرفه نیست. امروز دولت این اختیار رو به وزیر محترم نیرو داد که به نحوی خرید بکنن از سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی برای تبدیل پسماندها که مقرون به صرفه بشه سرمایه گذاری و بتونن تمایل پیدا کنن در اینجا سرمایه گذاری بکنن. خب این هم به نظر من تصمیم خوبی بود که میتونه جذب کنه سرمایه گذارا رو در این زمینه. بحث استان تهران به خصوص و پسماندهای بیمارستانی استان تهران، مناطقی که این پسماندها به اونها انتقال پیدا میشد در جلسه مطرح شد. قرار شد که شهرداری مسئولیت تهران و هومه رو، حتی جایی هم که مرز شهرداری نیست ولی تهران بزرگ محسوب میشه، دولت این وظیفه رو به شهرداری داد که به عنوان مسئول مجری و سایر دستگاه ها مثل سازمان حفاظت محیط زیست، مثل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، این دستگاه پیرامون شهرداری تهران گرد خواهند آمد و کمیته تشکیل شد که به هر حال برای این پسماندها و کم آسیب کردن، بی آسیب کردن و تصمیم گیری هایی صورت بگیره. به عنوان مثال رودخانه هایی که به بنبست میرسن موجب باتلاق شدن، برای اونها تصمیماتی اتخاذ بشه و ساکنینی که در اون منطقه هستن. برای کل کشور هم وزارت کشور مسئول شد که در هر استان موضوع پسماندها رو به خصوص شهرهای بزرگ مسئولیت پیدا کرد که در این زمینه تصمیمات مختصی رو بگیرن و چند وقت دیگه انشاءالله در هیئت محترم وزیران ما شاهد گزارشی از وضعیت پسماندها خواهیم بود. یه بحث هم مطرح شد برای کاهش مصرف پلاستیک که حالا اون قوطی‌هایی که معمولاً تو قالب پت معمولاً اونجا الان مشتری پیدا کرده و یه بازار و یه تقریباً اقتصادی برای خودش پیدا کرده، ولی توی نایلون‌ها به هر حال در دولت باز اینم بحث شد. تو برخی کشورهای دنیا اینها ممنوع شده، حتی گزارش داشتیم که در برخی از کشورها فروش و استفاده اینها هم جرایمی براش در نظر گرفته شده. به هر حال ما باید از توی فرهنگ‌سازی این مسئله رو آغاز کنیم به عنوان یک فرهنگ عدم استفاده از نایلون های شیمیایی پلاستیکی و همینطور فروشنده ها از توی خونه این آغاز بشه
در این زمینه سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت پیدا کرد که در کمیسیون زیربنایی مطرح بکنه. ما از مبدا به هر حال به تولید نیاییم، از فرهنگسازی استفاده در خانه تا تولیدش تصمیم گیری بشه که ما با امید خدا مصرف های پلاستیکیمون کم بشه. یک موضوع مهم دیگری که امروز در دستور کار دولت بود، بحث لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری و مالی بود. در دولت مطرح شد، دولت یک لایحه شفافیت رو به مجلس ارسال کرده که من همینجا از نمایندگان محترم، از هیئت رئیسه محترم درخواست میکنم که اولویت قرار بدیم این لایحه رو. لایحه شفافیت کارهای زیربنایی مقابله با فساد هست. دو لایحه دیگه هم در دولت مطرح هست، لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همینجور تعارض منافع. این دو هم یه به هر حال لایحه سه‌قلویی هستن که در کنار هم در حقیقت مبارزه ساختاری و هدفمند و دراز مدت رو با فساد تضمین میکنن. بخش های از این لایحه امروز در دولت پیش رفت، تعریفی که بتونه جامع و مانع بشه و همینطور وظایف برخی دستگاه ها که در جلسه آینده قرار شد که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اینا مهمترین موضوعاتی بود که در دولت امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای رئیس جمهور هم که گوش کردید مطالبش رو، حتما تاکیدشون رو انتخابات پرشور، انتخابات آزاد که بتونن همه گروه ها و جناح ها در اون نقش آفرینی کنن رو مورد تاکید کرد.